سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوبی؟ همیشه بچه‌هایی که میخوان آزمون آیلتس بدن شاکین از اینکه چرا نمره لسنینگ ما افزایش پیدا نمی‌کنه، چرا پنجونی ما تبدیل به شش نمیشه، مگه نمره انقدر کار داره که میخوان نمره مثلا دین و زندگی بشینیم حفظ کنیم بعد نمره بدیم بیاریم. نمره که داریم میگیم کلی بحث پشتش دانش و تکنیک و کلی مطالعه و تمرین ریخته، یعنی اینجوری نیستش که مثلا نیم نمره سریع بشینیم یه هفته به کوب بخوریم این نمره بالا. خلاصه من توی این ویدیو براتون در واقع یه سری تکنیکایی رو میگم که چیکار بکنید که نمرتون افزایش پیدا بکنه. اما میخوام بهتون بگم که این تکنیکایی که دارم بهتون میگم تکنیکایی هستش که شما باید تمرین بکنید، برای سر آزمون نیست، برای وقتیه که شما دارید تست میزنید و بعد ببینید با تست چیکار باید بکنید. من راجع به تستم توضیح بدم بچه‌ها، تست با تست زدن یعنی فقط تون 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 این کم که باید کمبریج رو تست بزنید نمرتون افزایش پیدا نمیکنه. شما باید ببینید که مشکلتون چیه و چه کاری باید انجام بدید، چه تکنیکایی باید به کار ببرید، وگرنه کمبریج 5 تا 14 بگیریم زخم میکنیم اصلا نمرمون افزایش پیدا نمیکنه. خب پس توی این ویدیو دارم بهتون میگم که چیکار بکنیم برای اینکه بتونیم بهتر سوالا رو جواب بدیم و در واقع بشنویم سوالا. یه نکته خیلی مهم دیگه هم بهتون توجه بکنید اینه که گوش دادن با شنیدن خیلی متفاوته. یعنی چی؟ یعنی شما خیلی وقتا ممکنه که بشنوید چیزی ولی مشکل شنوایی ندارید، ولی متوجه نمیشید، متوجه کلمات نمیشید. خب به دلیل اون کم بودن پایه خوب انگلیسی، مثلا کم بودن پایه گرامر خوب، کم بودن کلمات و لغت های انگلیسی، اینا همه میتونه باشه. اما از این ور یه کارهایی هست که باید انجام بدیم که این در واقع شنیدنه، این گوش دادنه تبدیل به شنیدن بشه، یعنی در واقع بتونید مفهومش رو هم بفهمید. خب و بچه آزمون لیسنینگ آیلتس آزمون شنوایی سنجی نیست، اینجوری نیستش که یه چیزی بگی شما همونو بنویسید بعد مفهومش رو بفهمید. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. من از تست 1 کتاب کمبریج 9 با هم میخواییم که یه تست بزنیم. خب میبینید که برای لیسنینگ یه تاپیکی داره، تست 1 سیکشن 1 جاب اینکوایری. خب چه نکاتی رو باید توجه بکنید؟ اول از همه قبل از اینکه فایل صوتی رو پلی کنید حتما باید متن رو نگاه کنید و ببینید موضوعش راجع به چیه. سریع از کنارش رد نشید بخواید فقط تست بزنید. راجع بهش اطلاعاتی اگه ندارید اطلاع پیدا بکنید و حتما قبل از پخش فایل صوتی متوجه مفهوم کلمات و خود کلمات بشید. مثلا تو این مثال من دارم میبینم که یک فرم درخواست کار هست. خب پس حدس میزنم یه نفر میخواد بره یه جای کار بکنه. توی مثالش هم مثلا نوشته work at a restaurant، پس یه نفر میخواد بره توی رستوران کار بکنه و یه سری سوال و جواب داره. مثلا type of work، میخواد بدونه چه نوع کاری تو رستوران باید انجام بده، چند ساعت باید انجام بده، آیا work permits میخواد یا نه، یعنی اجازه کار میخواد یا نه، تو کدوم برنچشه و چقدر پول میگیره. یعنی قبل از اینکه ما فایل صوتی رو پخش کنیم باید اصلا بدونیم تو چه حال و هوایی هستیم، تو چه باقی هستیم به اصطلاح، بعد بریم اینا رو پخش بکنیم. تکنیک بعدی چیه؟ اینی که جوابا رو بیایم حدس بزنیم. وقتی حدس میزنیم جوابا رو به طرز خیلی عجیب و معجزه آسایی ما میشنویم که چی میگه. خیلی عجیبه برام. وقتی که ذهن آماده است، وقتی مغزتون آماده است برای این که یه سری کلمات رو بشنوه، میشنوه. و وقتی هم آماده نباشه اصلا نمیشنوه. میتونید امتحان بکنید، امتحانش مجانیه. مثلا بیایید برای شماره 1 حدس بزنید که چه کاریو خوب تو رستوران انجام میدن. میتونه ویتر باشه، ویترس باشه، شف باشه، کوک باشه یا هر شغل دیگه‌ای که مربوط به رستوران میتونه باشه. شماره 2 چی؟ مثلا میگه که تو کدوم برانچ کار میکنه. میتونیم بگیم مثلا نورث، ساوث یا میتونه باز چیزای دیگه‌ای هم باشه که اینجا حدس نزده باشیم. این حدسایی که نوشتم و این حدسایی که خودم الان راستش نوشتم، میتونه شما حدس شما خیلی خیلی متفاوت و مختلف هم باشه. شماره 3 مثلا میگه که نزدیکترین ایستگاه اتوبوس به رستوران مثلا بغل
خب مثلا بغل پارکینگ، بغل اسکول، بغل سیتی سنتر، هر چیزی باز میتونه باشه، لایبرری، باز میتونید حدس بزنید. ولی وقتی که میخونه شما خیلی قشنگ اون کلمه رو میفهمید، حتی اگه جز حدساتون هم نباشه، ولی گوشتون میشنوه، نمیدونم چرا. شماره 4 میگه که چقدر پول میده، مثلا 20 پوند، 10 پوند و ساعتی البته، و اینا رو در واقع باید حدس بزنید. پس تا شماره 10 حدس بزنید بریم سراغ تکنیک بعدی. سعی کنید برای خودتون مکالماتو بنویسید و برای کلمات هم معنی بنویسید. مثلا سوال اول دیده نوشته type of work، خب بیاین سینونیم ها یا همون معنی های type رو مثلا بنویسیم. فرض کنید kind، مثلا بیاید برای خودتون فرض کنید که چه مکالمه میتونه صورت بگیره. من برای خودم مکالمه فرضی نوشتم A. What kind of job is available at the moment؟ و اون طرف جواب میده We are looking for a cook، یعنی میگه ما دنبال یک کوکی آشپز هست، و اون جواب مثلا شماره 1 میشه cook. و به همین ترتیب سعی کنید که تا شماره 10 بنویسید مکالماتی که با هر سطح انگلیسی که دارید، اصلا مهم نیست، برای خودتون یه چند تا مکالمه خلق کنید، ببینید که چه مکالماتی میتونه صورت بگیره تا این جواب این سوالا رو در واقع بده. این کار خیلی بهتون کمک میکنه که خیلی بهتر سوالا رو پاسخ بدید. اما تکنیک آخر، سعی کنید خودتون رو بذارید جای ممتحن آزمون و سوال رو سخت کنید. ببینید سوال ها اینقدر راحت نیست، مثلا بگه type of job شما بنویسید مثلا cook، اون بگه این شما بنویسید، یعنی آزمون شنوایی سنجی نیست. خب آزمونیه که شما باید متوجه مکالمات بشید، و آدم ها در دنیای واقعی توی مکالمات میبینید که نظرشون عوض میکنن، حرفشون عوض میکنن، و شما باید بالاخره متوجه ته داستان بشید. برای مثال سوال اول مثلا یه مکالمه اینجوری ممکنه صورت بگیره What kind of job is available at the moment؟ اون جواب بده Well, we are looking for a chef. No, wait a minute. We hired a chef last week. We are looking for a waiter. اینجا چی؟ اینجا میگه که ما اول مثلا دنبال شف بودیم، ممکنه سریع بنویسید شف، و در صورتی که مکالمه ادامه داره میگه ای نه صبر کن، ما شف استخدام کردیم، الان جای خالیمون مثلا یه گارسونه، یه پیش خدمته. ببینید پس ممکنه که خیلی وقتا هم این هست که عوض میکنه جواب رو. شما باید خیلی خوب متوجه مکالمات بشید. برای همین بهترین تمرین اینه که خودتون این مکالمات رو خلق کنید و ببینید چه میتونید خودتون چه بازیگوشی بکنید، چه سختگیری بکنید، و خودتون بذارید جای کسی که میخواید امتحان بگیره، و وقتی که شما خودتون اون قوانین رو تعیین میکنید یه گول نمیخورید. تا شماره 10 سعی کنید از اینجور مکالمات بسازید تا بریم سراغ ادامه. خب وقتی من این تکنیکا رو میگم قیافه بچه ها این شکلی میشه که میبینید که مگه ما وقت داریم؟ مگه آزمون اینقدر وقت داره که بشینیم این کارها رو بکنیم؟ مگه این تکنیکا رو میتونیم مگه اصلا به کار ببریم؟ تا ما بیایم فکر کنیم تا بره که رفته. یه جوری بچه ها شاکی میشن که باید کلد کمری در آورد. آره شوخی میکنم. اما ببینید قیافه من چه شکلی میشه. این شکلی میشه. کسی که به من اینجوری میگه دلم خواد خودمو بکشم. شوخی میکنم. ولی ما اینجا داریم با هم تمرین میکنیم. داریم با هم تکنیک اجرا میکنیم. الان سر آزمون نیستیم. شما اینقدر باید این تمرینا رو انجام بدین که اینا به صورت اتومات و کاملا پیش فرض تو ذهنتون میشینه. بعد از یه عالم تمرین همه این کارهایی که بهتون گفتم به صورت خودکار انجام میشه و ذهنتون دیگه گول نمیخوره. ذهنتون خیلی خیلی آماده است. سینونیما تو ذهنش هست. تمام مکالمات از بس انجام دادید هست. پس فقط شما باید اینقدر این کار رو تمرین بکنید که تو کسری از ثانیه اینا در واقع به ذهنتون بیاد و ملکی ذهنتون بشه به اصطلاح. و ما الان سر آزمون نیستیم. ما اصلا راجع به آزمون دادن الان صحبت نمی کنیم. داریم راجع به تکنیکای میگیم که باید به کار ببرید برای اینکه لیسنینگتون بهتر بشه، برای اینکه بتونید تعداد درستاتون رو بالا ببرید.
سعی کنید همه تکنیکایی رو که بهتون گفتم به کار ببرید، همه شونو از شماره 1 تا 10. اگر که میگید ولش کن حالا بذار گوش میدم تست رو میزنم، هیچ وقت نمرتون افزایش پیدا نمیکنه. اگه دارید تنبلی میکنی و الان هم میخوای بزنید جلو بگی که حالا بذار گوش کنم ببینم چند میزنم، اونایی که غلط بود و میرم میزنم، هیچ وقت نمرتون بالا نمیره. من الان میگم اگر تنبلی داری میکنی الان 1 تا 10 رو انجام نمیدی و فقط میخوای گوش کنی تست رو بزنی، نمره افزایش پیدا نمیکنه. پس برو از 1 تا 10 کاری که گفتم انجام بده، بعد بیا گوش کن و پاسخ بده. Good evening, King's Restaurant. Good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh, right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So 2 nights? 3, actually. So it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first year physics student. Oh, right. And because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Where exactly is the restaurant? Well, we have 2 branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. I don't know that. How do you spell it, please? It's HILLSDUNNE Road. Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes. The nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. We feel it's pretty good, and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner, so you eat well. Right. Better than hostel food. We certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview, if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities you're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have. Thanks. And you must be able to think quickly, you know. Well, I hope I... So, when could you come in for an interview? We're actually quite quiet tonight. Sorry, I couldn't come tonight. Or tomorrow, I'm afraid. Thursday's okay. That'd be 22nd of October. Fine. After 5 p.m? Yes, fine. Would 6 o'clock be okay? Perfect. And could you bring along the names of 2 referees? Yes, that's fine. No problem. Good. I look forward to seeing you. Oh, by the way, who should I ask for? Oh, yes, of course. Sorry. My name is Samira Manuja.
Can you spell that, please? Manuja. Okay. I've got that. Thanks very much. Look forward to seeing you later on, then. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. خب احساس میکنم که الان دو دسته آدم وجود داره. دستشون رو یه کسایی که میگه ای وای شریکاش به حرفت گوش میدادیم و اون کاری که گفتی رو انجام دادیم و تنبلی نمی کردیم. دست دوم کسایی که میگن وای شریک چقدر تکنیکات خوب بود و الان خیلی خوب سوالا رو جواب دادیم و فهمیدیم. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ اینیم دیگه. ایشالا که امیدوارم که جزء دست دوم باشین و با این تکنیکا خیلی بهتر جواب داده باشین. اما فکر نکنید تموم شده برید برای خودتون برقصید. تازه آغاز برنامه ما شروع شده. باید چی کار بکنید؟ باید بشینید و تک تک سوالا رو بنویسید که این مکالمه که رد و بدل شد چی بود و چرا جوابش این بود. من جوابو الان بعد از این صحبت ها میذارم جوابا رو. بعد حتی درستم زده باشین، یعنی این 10 تا سوال رو برید دوباره گوش کنید و بنویسید که چه جوری گفت اون هم چی میگن اون پارافریزا اون سینونیما رو پیدا بکنید قشنگ و متوجه ایراد و اشتباهتون هم بشید. در انتها من اون قسمت ترانسکریپشن هم براتون میذارم که اون رو هم ببینید که اگه جمله متوجه نشدین متوجه بشین. پس ببینید این 10 تا سوال خودش یه هفته دو هفته کار میبره. اینجوری نیست که دو تا دو تا پتو تو تو تست بزنیم بعد فکر کنیم تست زدن پس تمومه. اصلا شما تازه الان باید بشینید و جملاتی که نفهمیدین رو در بیارین و روشون کار بکنین حسابی. امیدوارم که دوست داشته باشین این مجموعه رو و زودی دوباره ببینمتون.